رستم جان، چند سوال در مورد آلودگی شهر ایراد از شما میخواهم پرسان بکنم. در مورد وضعیت آلودگی شهر ایراد نظر خود را ارائه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آلودگی شهر ایراد نسبت به سالهای قبل خیلی زیادتر شده، به خاطر از اینکه وسایل نقلیه زیادتر شده، حمام‌ها زیادتر شده، فابریکات زیادتر شده و خود وسایل نقلیه کهنه فرسوده شده که باعث دود زیاد میشه، باعث آلودگی شهر ایراد میشه، زیادتر شده در داخل شهر. حمام‌ها از مواد سوخت مثل پلاستیک و رابر که باعث دود زیاد میشه، باعث ضرر بر صحت انسان میشه زیادتر شده. همچنان تیرهای با بی‌کیفیت در داخل شهر زیاد شده که باعث آلودگی شهر میشه. راهکارهای برای جلوگیری از آلوده شدن شهر ایراد کدام هستند؟ خود راهکارهای برای جلوگیری از آلوده شدن شهر ایراد اینه که از وسایل نقلیه کهنه فرسوده شده که باعث دود زیاد میشه، باعث آلودگی میشه در داخل شهر منع قرار داده شود. از حمام ها مواد سوخته که باعث دود زیاد میشه، از اونها جلوگیری صورت بگیره. همچنان از و خود شهرولی باید فضای سبز زیادتر ایجاد کنند در داخل شهر. و خواست شما از مسئولین شهر ایراد چیست؟ و خواست ما از مسئولین اینه که تیم نظارتی جور کنن، برن ببینن و حمامان ببینن که چی مواد استفاده میکنن و از فابریکات برن ببینن که چی مواد استفاده میکنن، داشا ببینن چی مواد استفاده میکنن و همچنان از موادی که باعث ضرر صحت انسان میشه، باعث دود زیادتر میشه، اونا رو منع قرار دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. اسدالله رحیمی هستم، مسئول ارضیات منطقه ایراد و یکی از شهرخوانندگان شهر ایراد. در مورد وضعیت آلودگی آب و هوای شهر ایراد نظر خود را ارائه کنیم. خب قسمت آلودگی هوا متاسفانه یکی از نگرانی های شهروندان ایراد شده. اولی که مسئولیت هایی که متوجه ریاست محترم شهرالی شهر ایراد میشه در قسمت پاکری سرک ها و همچنین سر بعض چهارراهی ها میبینیم که سلطای اشغال که متاسفانه روز مرعاد نمیشه و همچنین از همشهریان عزیز خود هم تقاضا دارم که اونا هم شهروندان مسئول هستی باشن. در قسمت حمام ها هم بخاطر که دود از اونا بیرون میشه و فضای شهر دگرگون میسازه، آلوده میسازه و همچنان قسمت از درهای نمی که یکی از مشکلات اخیر ما هست که در قسمت این که دود بیرون میشه از موتورها و هم قسمت اینه که کهنه هستن، یکی از مشکلات و نگرانی هایی که شهروندان و متاسفانه وجود داشته هستن. راهکارهای برای جلوگیری از آب و هوای شهر ایراد چیست؟ خب راهکارها متوجه به یک اداره نمیشه. طبعا ریاست شهرولی ایراد هم به تنهایی نمیتونه ابو صفایی شهر ایراد را با بزرگی و با نفوس 4 الی 5 میلیون نفر بگیره. اما ریاست شهرولی ایراد هم در قسمت پاکری سرکان و چیزی که مسئولیتش میشه مسئولیتش باشه، همچنان ریاست ترافیک شهر ایراد و همچنان ریاست محیط زیست اگر متوجه به لایه وظایف راهکارهای خود باشن، من فکر میکنم که آلودگی از شهر ایراد رخت سفر برمند شد. چقدر مسئولین موفق بودن در همرا مبارزه با آلودگی هوا؟ خب من فکر میکنم که مسئولین تلاش خود کردن و مردم ما هم مسئول پذیر میان، اما من فکر میکنم که ادارات دولتی ما که چند اداره زیر ربط من نام گرفته خدمت شما، اگر بیشتر اگر مطابق لایه وظایف کار بکنن، بخاطر از اینکه اونا اضافه کاری هم بعضی قسمت ها دارن، من فکر میکنم اگر اون اضافه کاری خود به این قسمت ها بندازن و شهر خود از آلودگی نجات هم فکر میکنم بیتر خواهد. خواست شما از مسئولین چیست؟ خب خواست ما از مسئولین در این قسمت چیز مشخص است و نیست که مسئولیتی که به اونا سپرده شده ریاست محترم شهرولی، ریاست محترم محیط زیست و ریاست محترم ترافیک و ولایت ایراد، اونا چیزی که مسئولیت از اونا میشه اجرا بکنن و عمل بکنن و چیزی که مسئولیت ما شهروندان میشه انشاءالله ما هم شهروندای مسئول پذیری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برام خدا محمد محمدی هستم، یک تن از شهروندان ایراد. محمود جان، در مورد وضعیت آلودگی آب و هوای شهر ایراد نظر خود را با ما شریک سازیم.
نظر به آب و هوای محیط زیست و شهر ولایت هرات به این است که آلودگی محیط زیست در اطراف ها و محیط ها و جاده ها و خیابان ها زیاد شده که شهروندان عزیز ولایت هرات توجه خاص ندارد، باعث میشه که فضا را آلوده کنه و فضا را بیشتر نهانجری کنه که از طریق ترانسپورت ها، حموم ها و میتونه فابریکه های نزدیک شهر ایجاد بشه. علل و عواملی که باعث آلوده شدن شهر ایراد اند کدام اند؟ عواملی که ایجاد میشه میتونه ترانسپورت ها باشه و دیوم هم دموم ها باشه و یک آشغال هایی که داخل جاده های و چهار اطراف ها وجود داره، اونا میتونه باعث ناپاکی محیط زیست ناپاک ایجاد شه و ضرر به برای انسان ها بود. راهکارهایی که برای جلوگیری از آلوده شدن شهر ایراد میباشد چیست؟ راهکارهای جلوگیری به اینه که همشهریان عزیز ما ولایت ایراد بنی نفوسی که زندگی میکنیم باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم شهر خود را پاک و صفا و زیبا نگه داریم، تا بتونیم همی آشغال ها و از اطراف خود را دور کنیم تا شهر ما پاک و زیبا باشه و مسئولینی که به حمام ها و فابریک ها و قرار دارن مسئولیت دارن باید از محیط زیست رعایت کنیم.